عروست هیچی نگفتم که بس فیصله پیدا کنه. تو در مورد جشن تو قصر حرف میزنی و من اینو جلوی بچه هام از یاسمین میشنوم. حق دارین، اصلا حواسم نبود. اجه، متوجهی تو چه شرایطی منو قرار دادی؟ درسته که ازدواج بینمون واقعی نیست، اما تو همسر منی. همسر منی؟ اما من از هیچ چیزی خبر ندارم و همه همسر میز دیدن که من از همه چیز بی خبرم. خیلی معذرت میخوام. همه چی به کنار، این خودنمایی از نظر من درست نیست، در خور ما نیست اجه. من شما رو خجالت زده کردم، ندید بدید بازی در آوردم. فردا کارتا رو کنسل میکنم، لباس عروسم حتما پس میفرستم. اجه، مگه بچه بازیه؟ وقتی لباس عروس خریده شده، برنامه ریزی انجام شده، هیچی رو نمیتونیم کنسل کنیم. همه از آشنا گرفته تا غریبه چشمشون به ما و زندگی خصوصی مونه، نمیتونیم کنسل کنیم. عروسی اونجوری برگزار میشه که تو دلت میخواد. چی شد؟ چرا گریه میکنی ها؟ شوهرت اشک تو در آورد؟ آره در آورد. میخوای چی کار کنی؟ میخوای به خدمتش برسی؟ میخوای بگی قرارمون این نبود؟ میخوای یه خط و نشون جدید براش بکشی؟ میخوای چی کار کنی؟ معطل نکن، برو به حساب دامادت برس. جناب عالی، باید بری به حساب اون لک لک برسی. اول از همه خودتو سوزوندی که اون طوریش نشه؟ حواست نیست؟ زنه این برنامه ها رو ریخته که تو رو ضایع کنه، نمیخوای بفهمی؟ نمیفهمم. نه نمیفهمم، میبینی که نمیفهمم، چون من از این بازی ها سردن نمیارم. یاد میگیری، چه بخوای چه نخوای یاد میگیری و عین خودشون میشی دخترم، چون چاره دیگه ای نداری. تو میخوابی اما من هر روز میمیرم. ببین، بازم صدامو نمیشنوی. هر بار که صدامو نمیشنوی یکم، هر بار که چشمات منو نمیبینه یکم، همینجوری کم کم هر روز جلوی چشمات بخشی از وجود من میمیره. اما میدونی بعدش چی میشه؟ فقط یه نگاه، یه حرف نیمه کار مونده، مثل امشب دوباره به دنیا میام. این وضع همینجوری ادامه داره تا وقتی منو نبخشی، هر روز از بی تو بودن میمیرم. به خاطر تو دوباره به دنیا میام، چون میدونم که ما هنوز نمردیم خزان. میدونم
به خودت برگرد. قفلو عوض نکرد. این یعنی چند دقیقه دیگه در رو باز میکنه، به هم لبخند میزنه، درست مثل روزای اول بر میگردی و میبینی انگار نه انگار که چیزی عوض شده، همه چی سر جاشه. خوش اومدین آقا، بفرمایید. قفل خیلی محکمی باشه، خیلی محکم. از طریق وکیلم در جریان قضیه هستم آیواز، نیاز نیست نگران باشی. میری دادگاه و هرچیو که میدونی میگی. من برای اون نیومدم، اومدم ازتون حلالیت به طلبم کاظم خان. حلالیت؟ میخواستم استعفا بدم، بیشتر از این نمیتونم از نوام دور باشم. اگه اجازه بدین میخوام برم آلمان پیش پسرم. مادر و دختر واقعا چقدر با ملاحظه این. مادر عزیزم، مامان جونم پا شده خودشو به زحمت انداخته تا اینجا اومده، با دستای خودش برام کارت آورده. خزان گوش کن، هرچی میخوای بگی بگو، هرچی میخوای فکر کنی هم بکن، اما مجبوری که بیای عروسی. هرگز، شنیدی چی گفتم؟ پامو تو اون عروسی نمیذارم. خزان با من بحث نکن، دیوونم هم نکن. خواهرت هیچ کسو نداره غیر از من و خواهرش، هیچ کسو نداره. ها چی کار کنه؟ تنها بمونه اونجا؟ تو باید بیای اونجا. چطور موقع عقد دعوت نبودم؟ پس الانم نیستم. خزان گوش کن. تو گوش کن، من سیب زمینی ام؟ ها؟ به نظرت من کسی ام که برم تو اون جشن برقصم؟ مامان به نظرت من اینم؟ اگه بمیرم هم نمیام اونجا، فهمیدی؟ بمیرم هم نمیام مامان. پامو نمیذارم، نمیرم. من مامانو تعقیب کردم اومدم. اومدم خواهرمو برای عروسیم دعوت کنم. میبینم که بازم یاسمین کار خودشو کرده. جاپاش انقدر شناخته شده است که هر کاری کنه نمیتونه پنهونشون کنه. سلیقه‌شو از صد فرسخی میشناسم. همین، تنها حرفی که در مورد کارتای دعوت داری بگی همینه که سلیقه یاسمین بوده. قبل از اینکه شما بپرسین خودم میگم، من و یاسمین هستیم، چه بریم چه نریم، اونا زن و شوهرم، پس نرفتنمون کاملا بیفاید است.
بیشتر به خاطر پرستیژ خانوادگیمون تصمیم داریم بریم، نه به خاطر بابا. پرستیژ؟ اون روزی که بدون حضور ما تو اون اتاق عقد کردن، یادتونه؟ نبود ما هیچی رو عوض نکرد. اگه نریم عروسی چیزی عوض نمیشه، اما اگه بریم دهن کسایی که پشتمون حرف میزنن رو میبنده، ساکت میشن. یاسمین چه خوب مغزتو شستشو داده. سلیم، پیشنهاد میکنم کمتر پرت و پلا بگی. سلیم؟ سینان؟ ببینم تو این چند روز کجا بودی پسر؟ تو حالت خوبه؟ آره خوبم، چی شده؟ ازت ممنونم که سینانو آوردی اینجا گزیده. عمه؟ مجبور شدم عزیزم. سینان؟ همتون اینجایین برای اینکه باید خانوادگی در مورد امشب حرف بزنیم. ما خیلی حرفا به هم دیگه زدیم، هیچ کدوم نمیتونیم پس بگیریم. میدونم هر کاری کنم نمیتونم خاطره روزی که از خونه بیرونت کردم و پاک کنم. خیلی دل همدیگر رو شکستیم آبجی، خیلی اذیت شدیم. اما بدون که تمام چیزایی که ازت شنیدم و تمام کاری که باهات کردم به اندازه نبودنت آزارم نمیده. خیلی دلم برات تنگ شده، دلم میخواد مثل قدیما دوتا خواهر مهربون باشیم. همین، میدونم در مورد ازدواجم چی فکر میکنی. نمیدونی، من هرچی هم بهت بگم تو نمیفهمی، چون نمیتونی احساس منو داشته باشی. تو خواهر بزرگتر نیستی، نمیتونی حس کنی. اینو بنداز دور، نمیخوام ببینمش. من دلم میخواست فارغ التحصیلی خواهرمو ببینم، میخواستم دست خواهرمو بگیرم ببرمش دانشگاه. جشن گرفتی؟ جشن تو قرار بود اینجوری باشه؟ آبجیت اینجوری میخواست عروست کنه؟ میخواستم کنارت باشم تو هر لحظه، میخواستم دست تو بگیرم تو وقت مناسبش با یه آدم مناسب، همونجوری که به بابا قول داده بودم. درست مثل خواهر بزرگت، مثل بابات. بدون اینکه لحظه ی از دست بدم، نه با این عشقای ترخ و دردناک، میخواستم با عشق شوق راهیت کنم. شاید عشقمون با ترخی کثیف شد، آره، اما اگه عشقم کثیفم باشن بدون که چشم من امشب تو اون شلوغی فقط دنبال یه نفر میگرده، فقط تو. هزار بار این کارتو بنداز زمین، هزار تیکش کن، اما بازم چشم من به دره، چشمم به دره که بیای. آبجی، آبجی جونم، ببین اگه امشب نمیخوای کنارم باشی، فکر میکنم نمیخوای تا آخر عمر کنارم باشی خزان. لطفا این نوشته ها فقط به من مربوط نمیشه، به هممون مربوط میشه. برای همینم همه با هم باید بهش فیصله بدیم.
امشب باید همتون، یعنی همه بچه هام در کنار من حضور داشته باشین. مهم نیست چه احساسی دارین، مهم اینه که علاوه بر آبروی پدرتون، پای آبروی خانوادگی اگمن در میونه. من الان میرم شرکت و شبم برای نجات دادن آبروی خانوادگیمونو، برای اینکه کنارت باشم، همراه با زنم تو جشن عروسی شرکت میکنم. بابا. بابا، هر چقدر باسم سخت باشه، فامیلی اگمنو دارم با خودم حمل میکنم. به خاطر احترامی که واسه فامیلیم قائلم، منم امشب تو جشن هستم. اگه اجازه بدی، یعنی اگه مجازاتم تموم شده، میخوام برم آماده بشم. میتونم برم آرایشگاه؟ البته که میتونی بری دخترم، من بهت اعتماد دارم. ممنونم. شنیدین گوکان و سرین چی گفتن؟ امشب باید هممون در برابر حرفای بی اساس با هم متحد باشیم. باید به همه ثابت کنیم که یه خانواده واقعی هستیم. یه خانواده واقعی؟ تو حیات منتظرتم. پسرم. سینان منتظر. مامان، من هیچی نفهمیدم. مگه قرار نیست یه ساعت دیگه داداشم بره دادگاه؟ پس چرا به جای دادگاه اومدیم اینجا؟ یه کار خیر و پرسود داری. تو میخوای بری عروسی؟ نمیدونم. داداش. سینا، کاری به حرفای بابا نداره. نگو که میخوای بری عروسی و داستان درست کنی. این خانواده توانایی تحمل دردسری بیشتر از اینو نداره، لطفاً. یعنی میگی مثل شب خواهر برادرها خرابش نکن. حرف دیگه ای ندارم بزنم. ببین، معذرت میخوام. خودت میدونی برای چی معذرت خواهی کردم. سینا، ببین، جدی دارم میگم. به خاطر همه حرفای پرت و پلایی که اون روز بهت زدم، واقعاً معذرت میخوام. از هم جداتون نمی کنم. هیچ وقت جداتون نمی کنم. خدام جداتون نکنه. دیگه مشکلی نیست؟ همه چی تموم شد نه؟ همه چی تموم شد. آره تموم شد. یه سر پر از بیگودی. وای خدا رحم کنه. آرایشتم خودت میخوای بکنی؟ از مادر زن کاظم اگه من به این بزرگی بعیده به خدا. به تو چه زن؟ به تو چه؟ اگه دلم بخواد بهترین آرایشگرم میارم خونه. اگرم بخوام میتونم کار و زندگیمو بذارم کنار و بیگودیامو خودم بپیچم. به تو چه مربوطه؟ تو چته؟ تو چی کاره ای محله ای؟ کار زندگی نداری؟ زود باش برو به کارات برس، به خدمت کاریت برس، برو. آه خیلی زشت فضیلت. من به عنوان فامیل تو اومدم تو این خونه، نه به عنوان خدمتکار عزیزم.
وای 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 وای، لباسو ببین چقدر شیک و پیکه. خدا مطمئنم بهت میاد، درست مناسب مادر عروسه. خب من که نباید برقی برقی بپوشم. تو چرا به لباس من دست میزنی ها؟ اونو بذار کنار، الان چرکش میکنی. خیلی فضولی ها، خرابش کردی لباسو. باید منو دعوت کنی فضیلت. نشنیدم، چی کار باید بکنم؟ حالا که فامیل هستیم باید منو عروسی دعوت کنی. کارت دعوت من کو عزیزم؟ ها تو جدی جدی باورت شده که ما با هم فامیلی؟ همین فامیل قلابی آورده تو این خونه. قبل از اینکه بیشتر از این عصبانیم کنی برو پی کارت. برو برو کارت دعوتم از کاظم خان یا هر کی که دلت میخواد بگیر. برو عزیزم، برو سر زندگی خودت. ای بابا، بفرمایید خاله کریمه. همه چی حاضره؟ نه، نمیخوام مشکلی پیش بیاد. اون هدیه من به بابام و همسر عزیزش. خوش اومدین احمد خان. بهتون تبریک میگم. خیلی خوش اومدین مادر عروسم. خوش اومدین مادر عروس. مادر عروسم، خب دیگه هم محلیه ما هم اومدن. دختر خوش اومدین. به به چه تیپی زدین، وای خدا نکشده، چه گردن بند قشنگی. خیلی ما شدی، خیلی خوشگل شدی، وای ماشالله ماشالله. بفرمایی. وای لباسشو، وای چقدر آبی بهت میاد. وای قربونت برم بهناز، به به خوش اومدی. به خاطر تو نیومدم، به خاطر اجه اومدم. بعد از اون قضیه خیلی ازت ناراحتم، خیلی دلخورم. ای بابا خب. وای فضیلت، وای چقدر خوشگیر شدی بر بی پری. قشنگ شدم نه؟ چطوری شدم؟ وای چه خوشگل شدی. وای خیلی قشنگ شدی. عروسی پولدارا همینه. خیلی خب بفرمایید، اون بر بفرمایید. تبریک میگم آقای داماد. قنچه که با دستای خودمون بزرگ کردیم و گرفتیم. خوشبخت بشین عزیزم، به پای هم پیر بشین. مبارک باشه. برو عاطفه جون، برو. خیلی خوش. مبارک باشه. برو عاطفه، خیلی خوشگل شدی. برو برو اون بر بشین. تو عکسا اینجوری به نظر میاد، اما به نظرم اونقدرام که میگم بچه نیست گوکان جان. عزیزم من بهت پیشنهاد میدم بری یه جایی مناسب تر که بهتر بتونی با چشمای خودت مادر شوهر گلمونو ببینی. دارم بدجوری کلافه میشم یاسمین. به هر کی سلام میکنم سوال جواب میکنه. چه انتظاری داری عشقم؟ همشون مثل گرگای گرسنه اومدن که غیبت کنن. نمیدونم بابا چقدر تحمل داره چون امشب شب طولانیه. یه شب طولانی و تنها. همشون بدقولی کردن، هیچ کدومشون نیومدن، تک و تنها. واقعا براشون متاسفم. امیدی به سینان ندارم، اما یاووز و سلین چرا نیومدن؟ کاظم خان شما که شانستون خوبه، بچه هاتون دارن میان، مشکلی نیست. اما من ناراحتم چون دخترم نیومده. کاریش نمیشه کرد دیگه.
چه عروسی بگیریم. وای عشق، محلمون همون محلهی که دوتایی با هم توش بزرگ شدیم، از سر تا ترش رو چراغونی میکنیم. وقتی بچه بودیم دست همو گرفتیم، دعوا کردن، کتک زدن، اما نه، نتونستن این دستا رو از هم جدا کنن. هیچ کس نگه نشنیده، ما عروسی داریم. فرشته زیبای من، فرشته کوچولو، عجب، عزیزم، راست میگی، من فرشته زیبای تو هم، فرشته که تو رو به قصر پادشاهی آرزوات رسوند. از آن نایمد نه، سینان جون اگه اشتباه نکنم خواهر عروس دوست دخترت بود نه؟ من یه سر به دوستان بزنم بیام، بهتون خوش بگذره. شما میل کنین من میام خدمتتون. از کدوم طرفه؟ من داره فرار میکنه، با فرار کردن میخواد قلب خودشو آروم کنه. امشب اصلا تنهات نمیذارم، تا آخرش کنارت میمونم، نگران نباش. میدونم شب خیلی سختی در پیشه، اما فردا همه چی تموم شده رفته. هجه فکر کنم وقتش رسید، من حاضرم. هنوز نه، این مال توه. خیلی قشنگه. آبجی جونم،
راستش خزانم اصلا دلش نمیخواست بیاد، خودشو مجبور کرد بیاد. گفت نمیتونم امشب خواهرمو تنها بذارم و چشماشو بست و اومد اینجا. حق داره، امشب باید هممون هوای همدیگر رو داشته باشیم. چه حرف قشنگی زدی. داداشتم اونجاست؟ سلین هنوز نیومده، گوشیشم خاموشه. شاید نظرش عوض شده، شاید هم بهتر باشه که نیاد، نمیدونم. بیا بریم پیش داداشت عزیزم. بیا پسرم، شب بخیر. همه چی خیلی قشنگ شده. شما اینجا؟ آه راستی فامیلین، یادم نبود. گوکان خیلی تنهاست. باشه عزیزم. ببینم فضیلت خانم کدوم میزو برای شما مناسب میدونن. راستش من و خزان با همدیگه اومدی. واقعا؟ کریم خانم. آه کاظم خان، همه چی خیلی قشنگ شده، تبریک میگم. میشه یکم حرف بزنیم؟ مشکلی پیش اومده عزیزم؟ نه همه چی رو به راه، مشکلی نیست. لطفاً با من تشریف بیارین. خیلی خوب. ای چیزه، باید به شما خبر میدادم اما... یک کلمه هم حرف نزن، بیا. خوب شد اومدی آبجی. اومدم اینجا که... خودتو اذیت نکن، مجبور نیستی چیزی به هم بگی. دیگه توی این شلوغی دنبال کسی نمیگردم. میدونم که خواهرم امشب به خاطر من اومده اینجا. تنها نیستم. من دیگه برم، تو هم یکم آرایشتو درست کن. من اینجا هم، یعنی جایی نمیرم. سلین، میشه لطفا گوشیتو که روشن کردی به من زنگ بزنی؟ میخوام بدونم کجایی. لطفا منو نگران نذار. مجبور نیستی بیای اینجا، حتما بهم زنگ بزن. خیلی نگرانتم، زنگ بزن. باشه. من نمیخورم ممنون. خاله کریمه رو ندیدی؟ نه ندیدم. شب سختیه نه؟ آره خیلی سخته. برای من داستان تعریف نکن، مهم نیست دلیلش چیه. اجازه نمیدم اینجوری وارد زندگی خصوصی ما بشی. درک کردم و اجازه دادم بیای تو خونمون، اما تو سوء استفاده کردی. نمیتونم همچین اجازه ای بدم. برای چی هنوزم از من میترسی کاظم خان؟ از من هیچ آسیبی به شما و بچه ها نمیرسه. اگه بمیرم هم آسیبی به اون بچه ها نمیزنم. مدام برمیگردی سر خونه اول تو، این حرفا رو تکرار میکنی. خیلی خوب دیگه، برو کریمه. کاظم خان متوجه هستی این بچه ها به خاطر این عروسی چقدر ناراحت شدن؟ من نیومدم اینجا که تو عروسی شادی کنم، اومدم که تو این شرایط سخت کنار بچه‌ام باشم. حالا که بهم نمیگی کدومشون بچه منه، پیش هر دوشون میمونم کاظم خان. اگه جونمم بگیری، هم به یاوز محبت میکنم، هم به سینان محبت میکنم. نمیتونی منو ازشون دور کنی کاظم خان. گوش کن، تو حق نداری که نظر کسی رو به خودت جلب کنی، به خصوص از سینان و یاوز فاصله میگیری، فهمیدی؟ نباید بذاری بوی از قضیه ببرن، متوجه شدی؟
دست گلتو بگیر دخترم، بگیر. باورم نمیشه. حتی برادر مرموز تنهات هم امشب با دوست دخترش اومده، اما تو تنها اومدی. مثل اینکه دنیا برعکس شده، نه؟ کلن انگار از هیچی خبر نداری. یا یاسمی زن برادرم. حالت خوبه سینان؟ من یاووزو میگم، نگو کن. دختره به نظرم خیلی آشناس، اما یادم نمیاد کجا دیدمش. خیلی به هم دیگه میان. دختر خیلی خوشگله. اون دوست دختر داداشم نیست. به رفتارشو نگاه کن. به داداشت بگو بیشتر از این به دروغ نگه. یا یه چیزایی بینشون هست یا پیش میاد. فکر نمی کنم مجبور باشم ببینمشون. بهتون خوش میگذره؟